مسجد چراغان کردم، مسجد خنک کردم به نمازگزاران تراویح. انشاءالله این یک حدیثی حضرت تمیم به خاطر می آورد. تمیم داری یکی از صحابه های پیغمبر که بسیار تاجری بزرگ بودند، سوداگر بودند، از مدینه منوره به شام رفت، بار گرفت آمدند و مدینه منوره بار می‌فروختند، کاروان بزرگ داشتند. وقتی که به شام رفتند در بازارهای شام چراغ دیدند، چراغ‌هایی که شیشگی است در بین می در وقت بالا هم در میگرد و روشنی می‌دهد، آن همین چراغ در بازار دیدم. تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطرشان رسید. گفتم که من آن چراغ‌ها می‌خرم، رفته مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم چراغان می‌کنم، که در مدینه منوره آن هنگام ترقیات نبود، چراغ نبود، همین نماز شام و خفتن و بامداد در تاریکی می‌گذاشتم، نه شام بود و نه چراغ بود. تمیم داری رضی الله عنه یک چند چراغ‌های گرفتن که از حدی روشنی کردن زیادی، یعنی به مسجد کفایتی می‌کند با اضافه‌تر گرفتند و به سفر برآمدند. بارشان، مالشان، کاروانشان، یعنی وگانشان روزی پنجشنبه رسیده آمد. روزی پنجشنبه وقتی که رسیده آمد، خدمتگارشان ابوالبزاد گفتند که رفته از همه پیش چراغ‌های مسجد به حاضر کنند. چراغ‌های آورد بعد نماز عصر بود که مسجد عبارت از خشت خام و از درخت خرمای و بالاهاش از شاخ خرما بود. مسجد عادی بود. مسجد همراهی خدمتگارشان چراغان کردن. هم سوهای مسجد، دیوارهای مسجد به چراغ ماندن، روانهاش ماندن، شیشه هاش ماندن. پیش از نماز شام چراغهای درگرانیدن. مسجد مانند روز روشن شد در نماز شام. ناگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از در بیرون شدند. به مسجد نزدیک شد و مسجد به در آمدم، دیدم که مسجدشان مانند روز روشن است. روی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مانند ماه 14 روزه درخشید. روی هاشان خرسن شد، گفتن که من نور مسجدنا نور الله دنیا و آخرته. کی مسجد ما پر نور و منور کرد؟ کی مسجد ما چراغان و روشن کرد؟ خدا دنیا آخرتش روشن کند، چراغان کند. گفتم که تمیم داری کرد یا رسول الله، تمیم داری این عمل خیر کرد. به سوی تمیم خطاب کرده گفتم نورت الاسلام نور الله علیک دنیا که و آخرتک. تو دین اسلام منور کردی، تو فقط مسجد منور نکردی، تو دین اسلام منور کردی، خدا دنیا آخرتت پر نور والله. اگر در خانه یک دختری بیشوهر می داشتم و یه برآوردم تو خانه‌دار می کردم. سپس نوفل رضی الله عنه یکی از صحابی پیغمبر گفت یا رسول الله من یک دختر دارم، شما چی کاری می خواهید کنید؟ سپس رسول الله با یعنی تمیم میداری اون دختری صحابه خانه‌دار کردم. اگر چیزی رو شوهر داشت، اگر چه شوهر زن و همسر و فرزند داشت، با رسول الله دختر خانه‌دار کردن همچون مکافات برای خدمت مسجد. بینید یک چراغ خرید، یک چراغ خرید دیدن که بسر بین روشن کردن مسجد، خدا دنیا و آخرت و تمرات و قرن رو منور کند. کدام انسان به مسجد کدام نمود خیر کند، پیغمبر از وی راضی. داند که پیغمبر برای داماد کردن و انسان راضی هستند. خیلی که تمیم خواستند برای خود داماد کنند، یک چراغی کردگی شد، اون مسجد نساخت، او فقط مسجد روشن کرد. بنابراین این دعای پیغمبر و تمام آنهایی که به مسجد خدمت میکنند در این ماه مبارک و تیاری به این ماه مبارک و تمام آنها، کسی که مسجد خنک کند، پیغمبر دعاشون همین است که خدا قبرش خنک کند، سلقین کند، از آتش دوزخ نگاه دارد. خیلی که مسلمان های تراویح گزار های روزدار های در نماز پیشین و عصر و در نماز تراویح و جمعه سلقین میکند،
از گرمی نگاه می دارد، انشاءالله از آتش دوزخ همون انسانی که خیر کردن انشاءالله نجات داده میشه. دعای پیغمبر است برای خادمان مسجد. اینچنین خدا تعریف کرد که انما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر. مسجد الله تعالی برای امارت و آباد کردن فقط آنهای خدا توفیق میدهد که از خدا ترسن، از روز قیامت ترسن، ایمان داشته باشن، نماز برپا دارن، زکات دهن، چی فقط از الله تعالی ترسن. ستایش خدا با آنهایی که خدمت به مسجد میکنن.